خودشون میخوان بدن، نمره خودشون بدن، میان رو چی نظر میدن؟ روی مصاحبه آماده که ریکورد شده، مصاحبه که انجام شده ریکورد شده، میدن به اونا، اونا میبینن و روی اونها نظر میدن، به شما برمیگردونن و شما استفاده میکنید. پیگیری کردن ها به شدت مهمه، پیگیری کردن با کسانی که دعوت به کار کردین در زمینه های تخصصی که خیلی حجم افراد کمتر میشه، آدم های به در بخور محدودتر میشن. یکی از کارهایی که شما تو کاراتون میذارید کسانی که بخش فالو آپ رو داشتن، زنگ زدن برای مصاحبه و اینها، جزو وظایفشون میشه که پیگیری بکنن و مطمئن بشن که این آدم ها در هم آپ تو دیت شدن در مورد اتفاقات که در پروسه استخدام میفته، همین که میدونن که تو هنوز چند سن رو دارن که با شما کار بکنن و بنابراین ناامیدی اونها رو، یعنی بی خبر گذاشتن اونها، به این معنی میشه که خب اون آدم میره دنبال مسیر خودشون میره. پس ما همیشه میایم و افراد رو سعی میکنیم با خبر بذاریم از مقوله کارهایی که داریم میکنیم که افراد همیشه آمادگی رو داشته باشن که بیان و چیز بکنن، بیان و آپ تو دیت باشن در مورد مسیری که داره استخدامشون. حتی اگر رد شدن یا قرار نیست که تو لیست باشن، حتما با یه نامه تشکر به تمام افرادی که انتخاب نشدن، چه در همون مرحله رزومه، چه در مرحله همون که فرمای شما رو پر کردن، چه مرحله اینترویو، فرق نمی‌کنه. بعد از اینکه این افراد انتخاب نشدن، به تمام اینها یه دونه ایمیلی زده میشه یا زنگ زده میشه، ازشون تشکر میشه بابت اینکه اصلا علاقه کردن با شما کار بکنن و بهشون میگید که ازشون تشکر میکنید و بهشون میگید که باز اپورتونیتی بعدی ممکنه در سیستم وجود داشته باشه، که خوشحال میشیم که شما رو در آینده هم داشته باشیم. اون کسانی که نمره های بهتری آوردن در مقوله فرمایی که پر کردن، اینها میرن تو آرشیو و اطلاعاتشون تو آرشیو دسته‌بندی شده بر اساس شغلی که اینها اظهار علاقه کردن و تخصص هایی که اعلام کردن دارن، شما اینها رو میذارید در اون گروه، قرارشون میدین و نگه میدارید تو آرشیو برای شغل‌های بعدی که در سیستم میخواین، استخدام‌های بعدی که تو سیستم دارین چیکار میکنید؟ مجدد اون رو میگیرین و زنگ میزنید به هم زمانی که میخواین دیستریبیوت کنید، دوباره دیستریبیوشن توزیع آگهی جدید استخدام دارید، یه نگاه میکنید تو اونا، میبینید که یه عالمه آرشیو از قبل آدم‌هایی رو دارید که ممکنه باشه آدما رفته باشن استخدام شده باشن، ممکنه باشه تو جایی که دارن استخدام شدن دارن کار میکنن هنوز علاقه دارن به اینکه بیان بیرون. پس آرشیو رو به عنوان یه هایرینگ منیجر رعایت میکنید، آرشیوی از رزومه های افراد رو همیشه با خودتون دارید که ازش استفاده ببرید. این هم مقوله smart hiring and interview. سوالی هست بگین، اگر نه که بریم تا دوره بعد، داستان بعد، قصه های بعدی. آهان، بذارید این مقوله هم این قسمت آخر رو نصف کاره بستیم ولی نه کامل. یکیش این که زمانی که شما اون جاب آفرتون رو تنظیم کردید، یعنی اون افراد انتخاب شدن، تاپ 5 بتون انتخاب شدن و برایشون دارید میفرستید، اونجا در مورد حقوق به این افراد نوشتین که ما این رو میتونیم به شما حقوق بدیم، این مقوله شغلیته، این کاریست که باید بکنی و شغل که انجام میدی اینه و برای طرف میفرستید. خیلی وقتا ممکنه که در همون مرحله اول طرف قبول نکنه و اون جاب آفری که شما دارید بهش میدید میگه که آقا من با این حقوق و با این مشخصات کنار نمیام، بهش میگن کانتر آفر، یعنی که میرید که با هم دیگه نگوشییت کنید یا مذاکره کنید. این مذاکره بعضی وقتا در همون حد تلفن و ایمیل، بعضی وقتا در با تلفن و ایمیل انجام نمیشه و میره برای مرحله فیس تو فیس، با هم دیگه میشینید و دارید با هم دیگه توافق میکنید درباره شرایط کار. اون سیستم مدیریت به شما گفته که شما تا چه اندازه جای مانور دارید، چقدر میتونید کم و زیاد بکنید حقوق و مزایایی که برای حقوق و مزایا به اضافه اون دایره وظایف رو برای شما تعیین کرده که میتونید چقدر دربارش مذاکره کنید و توی مذاکرات با آدم ها جلو برید. توی این پکیج اولیه که میدین، اگر طرف پذیرفت که به قرارداد میرسه و قرارداد نه، اگر من که بهش میگن کانتر آفر رو نگوشییت و مصاحبه و یا میتونه فیس تو فیس دوباره قرار بگیره، یعنی جلسه دیگه مصاحبه کنه دیگه، جلسه فیس تو فیس مذاکره برای تعیین حقوق و روش کاری بشه، یا اینکه این اتفاق با ایمیل اینا میفته و تموم میشه. این
داره تو اون مرحله اتفاق میفته دیگه. خب ببین این چیزی که الان داره میگی، میگه که استخدام در آیه استخدام نوشتن میزان حقوق کاری درسته است. بعضی تخصص ها هستن که بسیار کم و سخت پیدا میشه و اکثرا توی شرکت های دیگه استخدام هستن و اگر موقعیت بهتری پیدا نکنن از جای قبلی بیرون نمیان. گذاشتن میزان حقوق ممکن است انگیزه دادن رزومه را پیدا بکنن. این چند تا مقوله رو در بر میگیره. این که در مورد استخدام تو بخش آیه استخدام اینو بذاریم یا نذاریم برمیگرده به سیاست های داخلی شرکت و اینکه با توجه به قیمت مارکت خودشون میدونن دارن این چیزی که پیشنهاد میدن خوبه یا بده یا همونی که در مارکت وجود داره، یا اینکه برای کسی که ما استخدام میکنن آیا اینا یه تعداد زیادی آدم هستن که الان برای شما رزومه میفرستن یا اینا یه تعداد محدودی هستن و جذب اینا کار سختیه. با این سیاست ها شما میگی که من حقوقم اعلام بکنم یا نکنم. اما مجددا زمانی که دارید جاب آفر فاینال رو برای یه نفری که انتخاب شده بین اون تاپ 5 قرار گرفته که میخواید استخدامش بکنی، تو سالهای اولیه که داشتی فرم آنلاینی که برای شما پر کرده طرف اونجا، خود همونجا هم به شما گفته که یکی از سوالات این بوده که حقوق پیشنهادی چقدر هستن یا رنج حقوق پیشنهادی چقدر. میتونه اینها رو تا همونجا از طرف شنیده باشین و یه مزنه مد نظرتون باشه که زمانی که دارید به طرف اون پیشنهاد بدین از اون رنج خارج نشده باشین، یا اینکه میخواین خارج بشین خودتون آماده کرده باشین برای اینکه دارید خارج از اون رنج پیشنهاد قیمت بدید و اون طرف حتما با شما شروع خواهد کرد به مذاکره، یعنی ممکنه واسه توافق اصلا ما دیگه کلا نرسیم. پس بنابراین مقوله کاریتون به این شکل میشه که شما بحث حقوق رو بعضی در همون آگهی استخدامشون اعلام میکنن، بعضیا میذارن در طول زمان، بعضی وقتا هم چون پیدا کردن اون شخص داره یه جور دیگه کار میکنه اصلا در طول مصاحبه رو به رو با هم دیگه میگه آقا تو چقدر داره میگیری من میتونم اینقدر بیشتر به تو بدم، به خاطر جذبش داری اونجا مطرح میکنی اصلا کلا دیگه. گاهی شنیده میشه که شرکت های بزرگی مثل گوگل سالهای مصاحبهشان اصلا ارتباطی به تخصص اون جایگاه شغلی نداره، این روش مناسبی برای فیلتر کردن افراد است. اصلا امکان نداره که رفت اون مصاحبه رفتی به جایگاه شغلی نداشته باشه. اگر اون مصاحبه اون سوالهایی که داره مطرح میکنن حالا پرسونالیه یا پرسونال که زیاد اینجا مود نیستش، سوالهای دیگری خارج از اون مقوله شغلی، قطعا بدونید که داره به اون شغل رفت بدار میکنه، یعنی اون تایتل اون شغلی اون مسائل بهش رفت بدار میکنه که اون مسائل رو دارن در نظر میگن. یعنی میگن آقا مثلا میگن برنامه نویس PHP یا .NET مثلا یه عالمه آدم وجود داره، اما برنامه نویس PHP .NET رو ما میخواییم که با مقوله حرفه مثلا روانشناسی آشنا باشه، خب اونجاست که ممکنه که اصلا کسانی که دارن مصاحبه میشن اصلا کلن PHP و .NET طرف رو ول کردن، اسکیل اون رو اومدن و دارن مقوله تحت ما رو روانشناسی باید صحبت کنن. اما اینکه مستقیما به یه جایگاه شغلی ربط نداشته باشه، سوالای مصاحبه اصلا ربط به اون موضوعی که قرار استخدام بشه تقریبا بی‌معنیه. یه جوری همیشه یه دلیلی داره که داره اون اتفاق میفته، چون اینجا کسی در مورد پرسونالیتی افراد مگر اینکه شغلایی باشه مثلا چیزایی که تو پلیس و نمیدونم چیزای اینطوری مهمه، اون مسائل امنیتی و فلان، خب اونها یه عالمه چیزای دیگه رو در بر میگیره که بازم رد داره، یه عالمه چیزای داخلی و پرسونالی طرف و طرز تفکرش و اینها رو میخوام بدونن به خاطر اینکه دارن میخوان دربارش تصمیم میگیرن برای استخدامش. اما این دلیل برای نمیشه که باز رد نداشته باشه، رد داره اما به از دیدهای مختلفی به اون شغلی که قرار اون طرف انجام بده رد پیدا میکنه. پس آخرش رد داره ولی بر اساس اون مستقیم و غیر مستقیم بودن به معقول است. بعدی، سوال بعدی. این درسته که میگن عموما آقایون در کارهای تخصصی بهتر خانم ها هستن و حقوق بیشتری هم باید بگیرن. نه، 100% غلطه و بسیار از کارهای تخصصی رو ممکنه بتونن خانم ها انجام بدن. خانم ها به خاطر مسائل جسمی که دارن ممکنه به در یه سری مشاقل ممکنه که آدم توش نخواد ببینه اونها رو در اون مشاقل، ولی دلیل برای نمیشه که این حرف به این شکل گفته بشه. ممکنه به دلیل مثلا یه شغلی حالا خانم ها نیان برای اون کار بتونن وقت بذارن، یه کاری باشه که مثلا باید تمام 7 روز هفته باید طرف هیچ فرمولی نداره، باید حتما از یه ساعتی تا یه ساعتی تو اون شغل مشخص وایسه و کار سنگینی انجام بده
و خیلی از خانم مثلا این کارو سنگین میکنه، اشتباه نشه، ولی حالا اون کار به طور مشخص خیلی آقایونه باشه اون شغل، اون موقع میتونی حرف رو بزنی، وگرنه دلیلی برای نداره که شما بیاید و بگی که من به اون به خاطر اینکه کار تخصصی، کار تخصصی که اصلا نمیشه حرف زد، اصلا نمیشه حرف زد، همه در یه حد و در حقوقشون هم در یه حد اینکه بگیم کار تخصصی. اما اگه داریم درباره یه چیز خاص داریم صحبت میکنیم، مثلا فرض کن کسی که چه میدونم قراره مثلا ما یه سری آدم استخدام کنیم برای بخشی که مثلا دستشوی آقایونه، مثلا باید تمیز کنیم، خب اون دیگه باید آقای استخدام کنیم دیگه، یه کارش میشون کنیم دیگه، خانم میگه نمیدونم من رو حساب بگیم، یعنی اونم مهم نیست، بخاطر اینکه درار میبندن اصولا برای بخش تمیزکاری، ولی باز حالا میگیم روی این مقوله حساسیت وجود داره، ولی حقوق اصولا باید یکی باشه. اما این که داریم میگه در یک شغل یکسان ولی حقوق آقایون بیشتر میدن، این یه مقدار همون داستان معروف مردسالاریه که از قدیم ندیم بوده در دنیا، الان دارن یه جورایی تا حدی که شده دارن برطرف میکنن، حالا بماند که بخش هم از اون بر قش کردن زیادی هوای خانم ها رو دارن، ولی در خیلی از حتی کشورهای آمریکای شمالی هم این مقوله وجود داره که یه درصدی الان در همون مقوله شغلی دارن به آقای بیشتر از خانم حقوق میدن، حالا بیشتر به این داره که میگن بخش عمده ای از نوناوری خونه دستشه، خانم به عنوان نفر دوم نوناور خونه حساب میشه، شاید حالا همه این قوانین در اینا یه مقدار بحث کلی خیلی مستقیم نیست، اما به عنوان یه نفری که داره بیزینس میخواد بکنه بخواد بگه آقای خانم بیشتر میتونه کار درست انجام بده یا آقا، در خیلی از کارا به خصوص کارآفرینی، کارهای کارآفرینی الان به نظر من دخترها خیلی میتونن از پسرها موفق‌تر باشن و خیلی کارایی بیشتری داشته باشن از پسرها، چون پسرها اکثرا دنبال اینن که یه شبه پولدار بشن و دنبال اینن که یه شبه همه چی تکون بدن و بعضیشون درست بشه و همش دنبال رویاهای دست نیافتنی هستن، دخترها خیلی رویاهاشون دست یافتنیه، خیلی عاقلانه تر نگاه میکنن در مقایسه با آقایون، اینم باید به عنوان موقعی که داری استخدام میکنی بهش نگاه کنی. در کانادا از کارمندی که استخدام میشه، خواهش میکنم نسیم جان، در کانادا از کارمندی که استخدام میشه سفته میگیرن، اصلا معنی نداره، چه هیچ ضمانتی وجود نداره به این معنا، قراردادها فقط هست که داره استراکچر و استانداردهایی که توی قراردادها تنظیم میشه داره گفته میشه که تو چه مسئولیتایی داری و طبق این قرارداد مثلا چه مسائلی داری، مثلا همون که گفتم پیش رقیب نمیتونی تا حساب بری کار بکنی، تا یا مثلا چیزای شبیه به این سری تا اینطوری رعایت میکنن، اما ضمانتی که بخوان سفته بگیرن حرفو نوجود داره، اصلا نمیشه، میشه فورس کردن، میشه فشار آوردن، اصلا به زور که فایده نداره، تو به زورش کسی نمیتونه نگه داره. به نظرتون یه مصاحبه کتبی با یکی دو تا مصاحبه شفاهی بهتره یا تو هر مرحله فرم داشتن؟ تو همه مراحل شما باید فرم تو داشته باشی، فرم هایی که نمره داره و اون نمره رو براش جمعی نمره هاست که برای تعیین کننده است. بعضی وقتا به این شکل کار میکنن که میان، مثلا من الان گفتم که روش من این است که برای همه اینها 100 نمره 100 نمره میکنم، اما بعضی هستن میان میگن که من 5 مرحله دارم و هر کدوم 20 تا نمره گذاشتم و در نهایت میگن آقا در نهایت طرف چه نمره رو گرفته. مصاحبه کتبی زمانی به معنی داره که با روش اسمارتی که من به شما دارم میگم داره انجام بشه، اصلا مصاحبه کتبی دیگه مصاحبه نیست، این همون لحظه اولی که طرف داره رزومه‌اش رو میفرسته داره مصاحبه کتبی میشه، چون سوالای شما همش اونجا مطرح شده و طرف داره رزومه خودش رو تعریف میکنه برای شما در قالب فرم و استاندارد شما، عملا اتفاق افتاده و خیلی ها حذف میشن، چرا؟ چون نمره مناسب اونجا به دست نمیارن، و اونایی که نمره مناسب به دست میارن حالا ممکن است با خالی بندی بوده باشه، در مصاحبه کردن این ریزش اتفاق میفته و میرسه به یه چیز مرتب و نظر. سمالی شما هم تو کلاس بودی، حالتون چطوره؟ خوبی؟ دیگه نفر بعدی سوالی هست؟ نیست، من پرونده رو بندازم به محل بعدی ها.
چه روزنامه برای ارسال آگهی استخدام در کانادا یا تورنتو معروف است؟ یک چیز شبیه به روزنامه همشهری خودم که مرجع آگهی استخدام به صورت چاپی است. روزنامه ها اینجا زیاد آنچنان هستن، سان تورنتو و فلان، ولی اساسا اصل استخدام تو این ور دنیا الان بیشتر بیسش شده توی وبسایت های مثل این که الان براتون اینجا دارم میفرستم. اینان که اشتباه نوشتم، اینان که تعیین کنندن، بیشتر مارکت در اختیار اینها الان و حتی اینجا هم الان خیلی خوبه کارش گرفته میشن. اینه که خیلی کارش گرفته، اینا بیشتر وبسایت هایی هستن که خیلی موفقن در جذب آدم ها و افراد و بیشتر اونایی که دارن آنلاین انجام میشه. به اضافه لینکدین هم خب خیلی مهمه. لینکدین برای شکار آدم هاست، یعنی آدم هایی که دارن در جای مختلفی کار میکنن و میخوان اینا رو از جای دیگه به قاپشون قاپ بزنن بیارنشون پیش خودشون، لینکدین داره برای اونها استفاده میشه. ولی اساسا مامستر و کیجیجی و ایندید و اینا که میگه اینا که براتون نوشتم، اینا دیگه نه به همین ترتیب هیکل نیستش، ولی خیلی جا افتادن در آمریکای شمالی کلا. نه این که دید دات سی ای نوشتم دات کامش کنید، همش اصولا آنلاین شده. خود ما هم میدونید که یه دونه استارتاپ جاب آنلاین به زودی رونمایی خواهیم کرد، کسایی که دوست دارن باشم کاری کنن دیگه. استخدام هایی برای کار به صورت استارتاپ که حقوق نمیدن و درصد حساب میدن باید چطوری حساب بشه؟ اصلا چنین چیزی هر کس برای خودش یه فرمولای خاص خودش داره. من